مراد این روزها خیلی از منتقدین روحانی از ضرورت استیزاهش دارن صحبت می کنند. طرح استیزاهش چقدر جدیه به نظرت و تا کجا اصلا پیش میره؟ به نظرم طرح استیزاه آقای روحانی هدفش بر کناری اون نیست میخوان منفعلش کنن که برخلاف رهبر و سپاه چیزهایی رو بر زبون نیاره از اینی که هست منفعل تر بشه در مقابل رهبر و سپاه چرا هدف برکناری نیست؟ چون به نظرم از نظر آقای خامنه‌ای یک استیضاح کامل میتونه تنشی رو به ساختار تضیف شده جمهوری اسلامی وارد کنه که کار رو بدتر کنه برای جمهوری اسلامی چون اونا میدونن الان مردم معترضن ناراضیان در داخل فشار شدید خارجی هم وجود داره و اگر یک استیزا هم اجرا بشه ممکنه تنش های ساختاری بالا بره من فکر میکنم که تر استیزار رو ممکنه اعلام وصول کنن جلو ببرن و مثل شمشیر رو سر روحانی نگرش دارن ولی به این معنا که جلسه استیزا هم برگزار بشه فکر نمیکنم مراد اصلا این مسئله استیزا چقدر مسئله مردم میتونه باشه فکر می مسئله مردم نیست مسئله مردم، مسئله اولشون کرونا است مسئله بعدی هم گرانی و بحث های معیشتی در کنار صدها مسئله ریز و درشت دیگه که مردم تو کوچو خیابون باش روبرو هستند به نظر میاد اصلا دولت و حکومت جمهوری اسلامی راه خودش رو میره مردم هم دارن راه خودشون رو میرن اگه دولت دولت بود و مجلس مجلس الان باید فکری برای ماهار کرونا و گرانیا میکرد ولی اصلا بحث این نیست بحث استیزاست از طرف دیگه مردم هم به نظر میاد دیگه مطالبه از حکومت ندارن خسته و دل زدن و اعتراضات 96 و 98 هم نشون داد کاملا معترضن حالا مسئله استیزاه و داری مسئله رو به اتمام بودن دوره ریاست جمهوری حسن روحانی هم هست آیا به نظر در عرصه سیاست جمهوری اسلامی اونو باید تمام شده ببینیم؟ نه کاملا حسن روحانی توهم اینو داره که رهبر سوم جمهوری اسلامی بشه بعد از خمینی و خامنه ای ولی ساختار قدرت به نظرم این اجازه رو بهش نمیده نه در مجلس خبرگان وضعیت به نفشه نه ساختار واقعی قدرت مثل سپاه اگرچه معلوم نیست جمهوری جمهوری اسلامی هم بمونه که رهبر سوم هم داشته باشه ممنونم از تو مراد ویسی اینجا با ما بودی.